برای پرداختن بیشتر به جزئیات این تجمعی که گویا در نقاط مختلف تهران امروز برگزار شده. آره ریان اتفاقی که افتاد باید اینو گفت که این تجمع نسبتا کم سابقه بوده توی این مدت با توجه به حجم گسترده بازداشت ها ما تجمع اینچنینی در حوزه زنان نداشتیم. اما این تجمع به بخش های مختلفی میفردا یعنی تو پلاکارت هایی که زنان دستشون گرفتن انتقاد میکنن به سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی به این که روی بدن زنان کنترل داره فرزندآوری اجباری اون طرح قربالگری که ممنوع شده و عنوان میکنن زنها پیگیری رهایی از قید تبعیض ستم از جنس مذهب سرمایهداری و مرد سالاری به بخش دیگه هم از صحبتاش در... در این پلاکارتشون چون صحبت نمیکنن تصاویری از اینکه اگه بیننده ها ببینن ما صورت تجمع کننده ها رو هم نمیبینیم جلوی صورتشون پلاکارد گرفتن به بحث ممنوعیت سخت جنین هم اشاره میکنند و اعتراض دارن بینیم دقیقا و میگن محرومیت زنان از قربالگری و ابزار پیشگیری به شدت محکومه و زنان محروم جامعه اولین قربانی این سیاست های جمهوری اسلامی و میپرسن که سپیده رشنو کجاست از آخرین وضعیت سپیده چه خبری داریم؟ بعد از اینکه سپیدهای رشنو خب با اون صورت کبود و با اون وضعیت به ات مجبور به اعتراف اجباری جلوی دوربین شد در صدا و سیما هیچ خبری ازش نیست در این تجمع بارها و بارها پلاکارت هایی رو میبینیم که می سپیده کجاست و خواستار آزادی سپیده رشنوس هیچ اطلاعی از بعد از این که حالا سپیده اون اعترافات اجباری رو مجبور شد انجام بده در دست نیست فقط گزارش اومد از اینکه سپیده مدتی قبل از اینکه مجبور به این اعترافات اجباری بشه با احتمال خونریزی داخلی به بیمارستان با تعداد زیادی مأمور برده شده بوده و اونجا اجازه نداده بودند درمان کامل انجام بشه برش گردونده بودند در نتیجه این بی اطلاعی از وضعیت سپیده رشنو که مخالف حجاب اجباری است باعث نگرانی فعالان زنانه اینکه چ... سپیده ای رشنو چه سرنوشتی داشته نه قوه قضاییه جواب میده نه وزارت اطلاعات جواب میده نه ریاست جمهوری جواب میده نه هیچ نهادی که مسئولیت داره برای پاسخگویی دادسرای اوین هیچ پاسخی نمیده زندان قرچک هیچ پاسخی نمیده هیچ کس نمیدونه سپیده رشنو کجاست و قاعدتا اتفاقی که داره میفته این یک رویه است که نهادهای امنیتی همیشه خانواده زندانی رو به شدت تحت فشار قرار میدن با انواع تهدیدها که سکوت بکنه اما خانواده زندانیان اگر سکوت رو بشکنند این کمک میکنه به اطلاع رسانی بهتر در مورد وضعیت افرادی مثل سپیده اما اینکه تجربه در طول این سالها ثابت کرده این رو که بی اطلاع بودن از وضعیت یک زندانی سیاسی میتونه برای او خطرناک باشه سپاسگزارم از حضورت و توضیحاتت ممنونم